بلام خدا و بارزا سلام به خبرهای ساعت 9:01 خوش آمدید. شب گذشته نظامیان پاکستانی عبده موشک به ولایت کنر پرتاب کردند. عبدالحبیب صدخیل فرمانده پلیس کنر به تلویزیون یک میگوید که این موشک ها به ولسوالی دانگام کنر برخورد کرده است. به گفته صدخیل این موشک ها تلفات جانی در پی نداشته اما زیان های مالی بر باشندگان محل وارد کرده است. ژاپن برای ادامه کمک‌هایش به افغانستان متعهد است. در خبرنامه کاخ ریاست جمهوری آمده است که هیروشی تاکاهاشی سفیر کشور ژاپن در کابل در دیدار با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور کشور تاکید کرده است که توکیو به ادامه کمک‌هایش در بخش بهبود وضعیت امنیتی و مبارزه با فساد اطمینان می‌دهد. سفیر ژاپن گفته است کمک‌های آن کشور به خاطر حکومت‌داری خوب و ایجاد یک افغانستان قوی به مصرف برسد. امروز نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی اعلام خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که در نتیجه نهایی این انتخابات تغییرات به میان آمده است. این کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی را نیز در پیوند با تصمیم گیری های نتیجه نهایی شوراهای ولایتی به نقض قانون متهم می سازد. عبدالرشید راشد با عنوان سرپرست دادگاه عالی از سوی رئیس جمهور احمدزی معرفی شد. آقای راشد پیش از این عضو دادگاه عالی و رئیس دیوان جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی در امور نظامی بوده است. در این حال شماری از نمایندگان مجلس و آگاهان تاکید دارند که تحکیم حاکمیت قانون در کشور نیازمند اراده قاطع و جدی دستگاه قضایی است. شب گذشته بر اثر برخورد یک فیر موشک در صاحب وزیر محمد اکبرخان شهر کابل یک شهروند خارجی زخم برداشته است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل میگوید که این موشک در جاده 14 وزیر محمد اکبرخان برخورد کرده و تلفات در پی نداشته است. اما شاهدان میگویند که در این رویداد یک شهروند نیپالی زخمی شده است. و کسری بودجه ارزش دلار را در برابر پول افغانی از مرز 58 افغانی بالا برده است. اتحادیه صرافان شهر کابل علت این مشکل را سردرگمی در اداره های دولتی می داند، به ویژه از وقتی که همه وزیران سرپرست شدند. اما رئیس بانک مرکزی می گوید که تازه از سفر برگشته است و فردا درباره بلند رفتن ارزش افغانی اقدام خواهد کرد. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاس. خدا نگهدار.